تیتر اول امشب، اسرائیل برای اولین بار پس از سالها به بلبک در عمق خاک لبنان حمله کرد. دست کم دو عضو حزب الله لبنان وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. دفتر نتانیاهو امروز طرح تخلیه غیرنظامیان رفح رو به کابینه جنگ میده. کاخ سفید میگه از طرح بی‌خبریم. همزمان نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین استعفا کرد. آیا راه برای اصلاحات گسترده مد نظر آمریکا در این تشکیلات باز میشه؟ و بازگشت اعدام و تیرباران به استادیوم های افغانستان. طالبان در یک هفته جان 3 نفر رو در ورزشگاه ها با حضور تماشاگران گرفت. به سیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. ارتش اسرائیل امروز پس از سالها به اطراف شهر بلبک در عمق خاک لبنان حمله کرد. بر اساس گزارش‌ها دست کم 2 عضو حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی، در این حمله کشته شدند. این حمله عمیق‌ترین حمله اسرائیل در خاک لبنان پس از سالهاست که اسرائیل رسما مسئولیتش رو پذیرفته. ارتش اسرائیل میگه این حمله به پدافند هوایی حزب الله و در پاسخ به سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی در منطقه انجام شده. شهر بلبک در دره بقا از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان و در همسایگی با سوریه قرار داره. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما ابتدا همراه می‌شیم با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، که بپردازیم به حمله‌ای که اسرائیل امروز به عمق خاک لبنان انجام داده. آقای آشور، گرچه در پاسخی بوده به حمله‌ای که به نوعی حزب الله لبنان داشته و سرنگونی پهپاد اسرائیلی، اما در طی سالها بی سابقه بود که این چنین به عمق خاک لبنان حمله کنه. چرا این کار کرد؟ بله، اول میخوام اینو بگم که اصولا پهپاد اسرائیلی هستش که بالای لبنان بوده، برای این خود لبنانی ها یا حزب الله در جواب اسرائیلی ها این رو در واقع زدن. اما با اینکه جواب سوال اصلیتون رو بدم، این هستش که اصولا رهبران کنونی اسرائیل جنگ با حزب الله رو اجتناب ناپذیر میبینن، نه تنها از نظر استراتژیک برای اینها مهم هستش که وارد جنگ بشن، حداقل اونها این رو اینطوری میبینن، بلکه از نظر سیاسی هم به نظر میاد که نتانیاهو و تندروهایی که در کابینش هستن اصولا جنگ رو راهی برای موندن در قدرت میبینن. برای این دو دلیل اصلی فعلا برای مسئولان اسرائیلی وجود داره. در مقابل اون نظری وجود داره که بعضی اسرائیلی های دیگه دارن و آمریکایی ها همچنین دارن و حتی ایران این نظر رو داره که اصولا قدرت اسرائیل در مقابل قدرت حزب الله، اینها در واقع هم از جنگ با یکدیگر در واقع جلوگیری میکنن و به جای اینکه با هم بجنگن، اینها در واقع دفاعی در مقابل هم قرار گرفتن. این رو بعضی از اسرائیلی ها بعد از حمله حماس در جنوب در واقع نظرشون تغییر کرده و جنگ رو اجتناب پذیر میبینن، به خاطر اینکه اگر اینطوری میگن که اگر ما الان اینها رو، قدرت اینها رو از بین نبریم، اینها احتمالاً در آینده شبیه اون کاری که حماس در جنوب کرد در شمال انجام خواهند داد، اما با این تفاوت که بسیار قدرتمندتر خواهند بود و هر گونه، یعنی آیا شون این حمله رو به نوعی زمینه‌ساز یک درگیری گسترده تر و یک جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حزب الله لبنان میبینید؟ ببینید، اصولا اسرائیلی ها الان با توجه به اینکه در جنوب اسرائیل در غزه در حال جنگ هستن، امروز نمیخوان وارد جنگ بشن، اما به محض اینکه جنگ در جنوب تموم بشه و قضیه اونجا تموم بشه برای اونها، در واقع کسانی که الان در رأس قدرت هستن در اسرائیل تمایل دارن که با لبنان و حزب الله لبنان هم وارد جنگ بشن. منتها مشکل اینا هستش که آمریکایی ها حداقل تا وقتی که آقای بایدن در رأس قدرت هست تمایلی با این نداره و به خاطر همین هم هست که می‌بینیم که مذاکرات پشت پرده، تماس‌های پشت پرده ایران و آمریکا نتیجه‌اش این شد که نه تنها حملات نیروهای گروه‌های نزدیک به ایران با آمریکایی‌ها متوقف شده یا کم شده، بلکه آمریکایی‌ها هم یکی از ناوهای هواپیمابرشون رو ماه گذشته از منطقه خارج کردن. در واقع بین ایران و آمریکا این توافق وجود داره که اصولاً خواستار گسترش جنگ به لبنان نیستن، اما در اسرائیل
با توجه به اینکه حمله‌ای که در جنوب به اینها شد در واقع اینها رو از شمال ترسونده و با توجه به اینکه آقای نتانیاهو و تندروهای دیگه در کابینه حضور دارن، در واقع اونها هستن که تمایل دارن که وارد جنگ بشن. هدف در واقع اینها هدفشون رو اعلام شده اینا این هستش که از اتفاقی که در جنوب اسرائیل افتاده درس بگیریم و از افتادن همین اتفاق در شما در آینده جلوگیری بکنیم. و به خاطر همین هستش که نه تنها الان فعالیتشون رو در جنوب لبنان و حملاتشون رو در جنوب لبنان افزایش دادن، بلکه الان دارن برنامه‌ریزی میکنن که اگر کابینه در آمریکا عوض بشه، یعنی بعد از انتخاباتی که قرار هستش در آمریکا حدود یک سال دیگه، کمتر از یک سال دیگه انجام بشه، بعد از اون امیدوار هستن که اگر جمهوری خواهان در رأس قدرت باشن، در اون صورت با حمایت آمریکا احتمال زیاد به حزب الله لبنان و به جنوب لبنان حمله بکنن. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستان، سپاسگزارم از شما. اما دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده ارتش این کشور امروز طرحی رو برای تخلیه غیر نظامیان فلسطینی از مناطق درگیری در رفح، جنوبی ترین شهر نوار غزه، به کابینه جنگ اسرائیل ارائه میکنه. اگرچه نتانیاهو گفته درباره تخلیه دست جمعی رفح با آمریکا همسوه، اما مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرده کاخ سفید طرح اسرائیل در این رابطه رو ندیده. همزمان محمد آشتی نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین امروز استعفای دولت رو به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرد. داشتی دلیل این استعفا رو ایجاد اجماع گسترده میان فلسطینی ها درباره ترتیبات سیاسی پس از جنگ در غزه عنوان کرده. همکارم مرضیه حسینی از ساختمان وزارت خارجه آمریکا و همچنین علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه میشن تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. مرضیه، زیاد صحبت هست اینجا در ایالات متحده در مورد جنگی که در جریان، یک بخشش برمیگرده به طرح اسرائیل برای رفح، یک بخشش از اون سو فشارهایی که به تشکیلات خودگردان فلسطین میاره برای تغییرات که حالا استعفای آقای آشتی میتونه به نوعی شاید زمینه‌ساز این تغییرات بشه. کاملا همینطوره نیشان. به طور مشخص در واقع این اظهاراتی که مطرح شده حاکی از یک تناقض‌گویی گسترده بین مقامات آمریکا و اسرائیل هست که به گفته مقاله‌ای که شورای آتلانتیک منتشر کرده حاکی از واگرایی در روابط واشنگتن و اورشلیم با لبه‌های تیزتر از همیشه است. تنها چند ساعت بعد از اینکه نتانیاهو در مصاحبه با رسانه سی بی اس نیوز اعلام کرد همگام با آمریکا در حال آمادگی‌ها برای حمله به رفح است، جک سالیوان در مصاحبه دیگه‌ای با سی ان بی سی اعلام کرد که ما هیچ اطلاعی از طرح حمله به رفح نداریم و صراحتاً به اسرائیل اعلام کردیم که هر گونه حمله باید با یک طرح دقیق باشه، که هنوز چنین طرحی ما گزارش داده نشده. از سوی دیگه نتانیاهو اعلام کرد که حتی اگر روند مذاکرات با حماس، روندی که آمریکا به شدت روی متمرکز هست، صورت بگیره، باز هم ما به رفح حمله خواهیم کرد. و همزمان یوآف گالانت هم اعلام کرد که اساساً حتی این مذاکرات صورت بگیره، باز هم تأثیری در جبهه شمال نخواهد داشت و اسرائیل به متحدان ایران حملات خودش رو تداوم خواهد داد. به طور مشخص تمامی این اختلافات به گفته شورای آتلانتیک در شرایطی هست که حاکی از عقبگرد آمریکا در خصوص سیاست‌هایی که در مقابل ایران اتخاذ کرده بوده میشه. در طول سال‌های گذشته شورای آتلانتیک تاکید میکنه که بایدن در تلاش بود یک پیوند بین قدرت نظامی اسرائیل و قدرت مالی عربستان ایجاد کنه که یک ائتلاف محکم رو در مقابل ایران در منطقه ایجاد بکنه و پایگاه خودش رو هم در خاورمیانه تحکیم بکنه. لازمه این هدف به طور مشخص طرح دو کشوری بود و در واقع طرحی که تازه توسط نتانیاهو اعلام شده مبتنی بر امنیت فعلی، تامین امنیت توسط اسرائیل، نه تنها اساسا هر گونه استقلال فلسطین رو رد میکنه، بلکه باقی مانده پیمان اسلو رو هم به نوعی پاره میکنه. و اساسا این مسئله به گفته شورای آتلانتیک بیش از هر چیز باعث در واقع قدرت فعلی ایران در خاورمیانه میشه، مسئله ای که به شدت مورد تمرکز آمریکا بود که مانع از اون بشه. از طرف دیگه این انتقادات در آمریکا به شدت در حال گسترش است. همین روز گذشته یک افسر نیروی هوایی آمریکا در مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن خودش رو به آتش کشید، اگرچه مقامات آمریکایی از گفتن دلیل این آتش سوزی امتناع کردن، اما رسانه ای پی
گزارش داد که این امتناع به دلیل این آتش سوزی به دلیل این بوده که این فرد اعلام کرده نمیخواد در خصوص سیاست‌های آمریکا برای کشتار مردم بیگناه در غزه و خصوصا رفح همسو باشه و حاکی از موج اعتراض‌هایی است که اینجا در آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در مقابل بایدن وجود داره. ممنونم از توضیحاتت مرضی. آقای سرزاده، ایالات متحده با وجود انتقاداتی که به اسرائیل وارد می‌کنه، حمایت تمام و کمال نظامی و مالیش رو از اسرائیل به هیچ وجه تغییر نداده. در اینجا هم که برمیگرده به مسئله رفح و تخلیه غیر نظامیان، گرچه اسرائیل میگه همسو با آمریکاییم، آمریکا میگه خبر نداریم. فکر میکنین اسرائیل در هر شرایطی بدون حمایت آمریکا هم عملیات در رفح رو اونطور که خودش میخواد پیش میبره؟ اسرائیل یه خط قرمزهایی داره که با اون خط قرمزها حتی به نظرات آمریکا هم توجه نمیکنه. در حقیقت این آمریکا هست که باید نظرات اسرائیل رو بپذیره. ولی از اونجایی که آمریکا یکی از بزرگترین صادرکنندگان اسلحه به اسرائیل هست و مهمترین متحد اسرائیل هست، اسرائیل مقدار رعایت آمریکا رو میکنه. بیش از رعایت چیزی نیست، یعنی در انجام کارهایی رو که انجام میخواد بده به اصطلاح خیلی پافشاری میکنه، ولی سعی میکنه که ولی چندان هم به اصطلاح همه حرفهای آمریکا رو نپذیره. در مورد دموکرات ها و بایدن و باراک اوباما که 100% بود که صراحتا مخالفت میکرد، حتی از نظر با زبان و با اعلام موضع. و من فکر میکنم که اگر این روندی رو که آقای نتانیاهو میخواد ادامه بده و بالا بگیره اختلاف بین آقای بایدن و نتانیاهو 100% همون جوری که علیه باراک اوباما موضع گرفت، علیه بایدن هم موضع خواهد گرفت. آقای سرزاده، به استعفای نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین هم بپردازیم. میدونیم که آمریکا به دنبال تغییرات گسترده در تشکیلات خودگردان فلسطینه. چقدر فکر میکنین که این کار، این استعفا میتونه راه رو باز کنه و نهایتاً منجر بشه به تشکیل دولتی که بتونه بر غزه هم کنترل داشته باشه و در حقیقت نهایتاً راه حل دو دولت دو کشوری اتفاق بیفته؟ این استعفای آقای اشتیه یک قدم بسیار بسیار کوچکی است از اون چیزی که آمریکا در نظر داره. آمریکا معتقد هست که این تشکیلات فعلی خودگردان فلسطینی اصلا قادر نیست کار درست حسابی انجام بده. مجموعه این تشکیلات، در حقیقت رهبری این تشکیلات بایستی استعفا بده. کار دولت رو بایستی به یه تکنوکرات بسپاره و این تکنوکرات ها بایستی تمام نظرات اسرائیلی ها رو، فلسطینی ها رو هم در نظر بگیره و بعد آماده بشه برای اینکه هم ترانه باختری رود اردن رو اداره بکنه، هم نوار غزه. ولی این برنامه آمریکا یک برنامه دراز مدتی است در حقیقت، به این سادگی ها هم قابل تحقق نیست، چون در خود درون فلسطینی ها اختلاف نظر است. همین الان حماس یک اظهار نظری کرده، گفته این اشتی یک فاسدی است مثل بقیه فاسدها. آقای اشتی هم گفته من میخوام اجماع ملی فلسطینی به وجود بیارم، یعنی حماس رو هم شرکت بدم در این تشکیلات خودگردان آینده که بره به غزه. ولی همطور که شما میدونید، نتانیاهو گفته به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که مسئولیت غزه به دست گروهی بیفته که حماس در اون نقش داشته باشه. برعکس، حتی حاضر نیست که خودگردان فلسطینی، دولت خودگردان فلسطینی رو اگر حماس هم نباشه درش در غزه بپذیره. بارها اعلام کرده اداری غزه رو خود ما به عهده خواهیم گرفت، یعنی اداره نظامی رو ما به عهده خواهیم گرفت، اداره غیر نظامی و مدنی رو در اختیار به اصطلاح شخصیت‌های موجه فلسطینی خواهیم گذاشت که به هیچ گروهی وابسته نیستند. ولی این شخصیت از کجا میان من نمیدونم ولی تا زمانی که آقای نتانیاهو سر کار هست، دولت اسرائیل به این وضع سر کار هست، من امید چندانی ندارم که به اسلام مسئله دو دولت در یک سرزمین و مسئله اداره غزه توسط دولت خودگردان اصولاً بتونه تحقق پیدا. علی سرزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت و همکارم مرضی حسینی از ساختمان وزارت خارجه آمریکا، از هر دوی شما سپاسگزارم.
اما یک سازمان حقوقی در اسرائیل به نام شورت هدین که از وکلای اسرائیلی و بین المللی تشکیل شده، بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل به دنبال تشکیل پرونده برای افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم در کشتار شهروندان اسرائیلی نقش داشتند. این سازمان گروهی از وکلا، حقوقداران و رهبران جوامع یهودی ایالات متحده را هم به اسرائیل دعوت کرده تا از نزدیک اون چه که در 7 اکتبر رخ داده ببینن. شورت هدین پیشتر هم در دادگاه‌های بین المللی اتهام‌های علیه جمهوری اسلامی و حمایت‌های مالی و نظامیش از گروه‌های مثل حماس مطرح کرده. همکارم بابک اسحاقی در هتل دیوید اینترکانتیننتال تل آویو، همون جایی که فکر می‌کنم این گروه حضور داشتن و نشستشون رو برگزار کردن، حضور داره. بابک، به ما بگو که دقیقاً چه اهدافی رو دنبال می‌کنن و چه بحث‌هایی مطرح شد اونجا. پس از 7 اکتبر و کشتاری که در جنوب اسرائیل انجام شد، بسیاری از سازمان‌های حقوقی و سازمان‌های حقوق بشر در اسرائیل به دنبال روز بعد هستند و به دنبال جنایتکارانی که هم مستقیم و هم غیر مستقیم در این جنایات و این کشتاری که در 7 اکتبر انجام شد سهم داشتند. در حال حاضر همانطور که گفتی، شورت الدین یکی از سازمان‌های بزرگی هستش که نیتسانا درشان، یکی از وکلای بین‌المللی ریاست اون را به عهده داره، و گروهی از حقوقدانان، وکلا و رهبران جوامع ایالات متحده را به اینجا فرا خوانده تا از آنچه که در جنوب اسرائیل در 7 اکتبر اتفاق افتاد پرده برداره، به اونها نشان بده و هم افکار عمومی را به طرف این موضوع جلب بکنه و هم پایه اتهامات قانونی را آماده بکنه. من در کنار یکی از کسانی که امروز در اینجا حضور داره و به اسرائیل اومده، از لس آنجلس، آقای جورج هارونیان، از رهبران جوامع یهودی کالیفرنیا و همچنین بنیانگذار سایت نه به یهود ستیزی، از اهداف این نشست و این گشتی که شما در جنوب اسرائیل خواهید داشت برامون بگید. آقای هارونیان، خواهش میکنم. خیلی متشکرم از این فرصت. چند هدف هستش از این برنامه. خب در درجه اول این هستش که افراد به صورت عینی با آنچه که در جنوب اسرائیل این جنایتکاران حماس انجام دادن آشنا بشن. ما به محل‌هایی که اینها حمله کردن، اون محل کنسرت، به اداره پلیس، خانه‌هایی که آتش زدن، ما با خانواده گروگان‌ها ملاقات خواهیم کرد، با سربازان و کسانی که زخمی شدند، کسانی که قهرمانانی بودند که افراد رو نجات دادن و جنگیدن با اینها، با این افراد ملاقات خواهیم کرد. این هدف اصلی و اولی است. در درجه دوم برای این هستش که به ملت اسرائیل نشان بدیم که ما در کنارشون هستیم، پشتیبانشون هستیم و به دنبال آن هستیم که واقعیت‌ها رو به جهانیان اطلاع برسونیم. یک هدف دیگر هم هستش که خود شما بهش اشاره کردید و اون این هستش که این سازمان در طی سالها کسانی که پشتیبان مالی تروریست ها بودن رو به دادگاه ها کشانده و این برنامه هم در دنبالش هم هستن که با مدارک و شواهد آنها رو به دادگاه ها ببرند و ما حضور ما در واقع این هستش که ما همین هدف رو حمایت میکنیم. سپاسگزار آقای هارونیان. همانطوری که میبینید، دنیای پس از جنگ هم همچنان دنبال میشه و آنچه که باید کسانی که در این کشتار دخالت داشتند متهم بشن. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو، ممنونم ازت بابک. اما خبری فوری داریم. همین دقایقی پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارشش اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر سقف مجاز در برجام رسیده. در حال حاضر حجم اورانیوم با غلظت 60% غنی شده ایران به حدود 128
کیلوگرم رسیده. بر اساس این گزارش که لحظاتی پیش منتشر شد، همینطور درباره تجهیزات کنترل و بازرسی بیشتر در تاسیسات هسته ایران و پاسخ به کشف آثار اورانیوم در دو تاسیسات هسته ایران گفته شده که پیشرفتی به دست نیامده. همونطور که گفتم خبری فوری داریم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدیدترین گزارشش رو منتشر کرده و بر اساس اون ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر سقف مجاز در برجام رسیده. در حال حاضر حجم اورانیوم با غلظت 60% غنی شده ایران به حدود 128 کیلوگرم رسیده. بر اساس این گزارش که لحظاتی پیش منتشر شد، همینطور درباره تجهیزات کنترل و بازرسی بیشتر در تاسیسات هسته ایران و پاسخ به کشف آثار اورانیوم در دو تاسیسات هسته ایران گفته شده که پیشرفتی به دست نیامده. خبری فوری بود که دقایق پیش منتشر شد. اما از امروز 55 نوبت از نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شد و در جلسه آغازین نشست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان رو بحرانی خوند. او در ادامه حرفاش به شورای امنیت پرداخت و گفت رویدادهای اخیر نشون داده این شورا نیازمند اصلاح هم در ترکیب و هم در کارکرد خودش. در این جلسه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان هم سخنرانی کرد. او در حرفاش از شورای حقوق بشر انتقاد کرد و اون رو سیاسی خواند. همکارم بردیا افشین از مقر سازمان ملل در ژنو سوئیس با ما همراه شده. بردیا، یکی از کشورهایی که متهم به نقض سیستماتیک حقوق بشر جمهوری اسلامی ایرانه که حالا وزیر امور خارجه‌اش خودش انتقاد میکنه به شورای حقوق بشر سازمان ملل. و این نقض فاحش حقوق بشر در ایران که 4 دهه ادامه داشته، به گفته مجامع بین المللی، به گفته نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، اینجا در 1.5 سال گذشته توجه ویژه‌ای رو به خودش جلب کرده. در پی اون چیزی که ما شاهدش بودیم، خیزش ژینا پس از کشته شدن مهسا امینی ژینا، برای همین ما سال گذشته پاییز اینجا شاهد این بودیم که در یک جلسه اضطراری اون مکانیزم حقیقت‌یاب شکل گرفت که ببینن که این نقض حقوق بشر در ایران، نقض سیستماتیک و فاحش در این در پی خیزش ژینا چجوری اتفاق افتاده، واقعیت‌ها رو در بیابند. و ما حالا شاهدی اینیم که همچنان حملات مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان به این مکانیزم، به این هیئت 3 نفره ادامه داره. هیئتی است که کارشناسی، هیئتی است که مستقل بین المللیه و خیلی ها شکل گرفتن این هیئت رو یک قدم عملی، اولین قدم، اما قدمی بزرگ برای این دونستن که جمهوری اسلامی به خاطر همین نقض فاحش حقوق بشر بخواد پاسخگو بشه. یادآوری کنم که 8 مارس روز جهانی زن این هیئت قراره که یک گزارش اجمالی رو منتشر کنه و بعد از اون 10 روز بعد از اون 28 اسفند ماه سال جاری خورشیدی گزارش مفصل خودش رو منتشر میکنه. اینجا بسیاری منتظر انتشار این گزارشن، چرا که این هیئت رو همونجوری که گفتم هیئتی میدونن که میتونه جمهوری اسلامی رو، حتی مقاماتی که مرتکب شدن به اون چیزی که سرکوب خونده میشه، اون چیزی که خیلی حتی جنایت علیه بشریت میدونن، حتی اونها رو بیارن به دادگاه‌های بین‌المللی. برای همین دور از انتظار نبود که حسین امیر عبداللهی هم وقتی اینجا قرار بگیره به این هیئت حمله کنه و به شورای حقوق بشر. ممنونم از توضیحاتت. همکارم بردیا افشین از مقر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس با ما بود. اما خبر فوری دیگری داریم. پارلمان مجارستان با عضویت سوئد در ناتو موافقت کرد. مجارستان آخرین کشوری بود که باید نظر خودش رو درباره عضویت سوئد به پیمان آتلانتیک شمالی اعلام می‌کرد. پارلمان این کشور امروز در این باره رأی‌گیری کرد و به این موضوع رأی مثبت داد. به این ترتیب از امروز سوئد به شکل رسمی عضو ناتو شد. همونطور که گفتم پارلمان مجارستان با عضویت سوئد در ناتو موافقت کرده. مجارستان آخرین کشوری بود که باید نظر خودش رو درباره عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی اعلام می‌کرد. حالا با تایید رسمی پارلمان این کشور از امروز سوئد عضو رسمی ناتو خواهد بود. می‌دونیم که بعد از حمله روسیه به اوکراین بحث‌ها درباره پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو بالا گرفته بود. هر دو درخواست عضویت داده بودند و الان می‌بینیم که سوئد هم تایید شد و عضو ناتو است از امروز.
اما در ایران بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به خطر فقر، به خط فقر 20 میلیون تومانی گفته دولت برای راضی نگه داشتن کارفرما و سناریوی کنترل نرخ تورم با عدم افزایش حقوق کارگران شرایطی ساخته که حقوق کارگر حتی از عهده تامین نصف معیشتش هم ناتوانه. درباره رقم دقیق خط فقر بحث‌های مختلف وجود داشته و داره. سال گذشته رئیس کمیته دستمزد قانون شوراهای اسلامی کار گفته بود خط فقر خانوار 4 نفره 18 میلیون تومانه. حالا بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفته خط فقر خانواده 4 نفره 25 میلیون تومانه، یعنی خط فقر حدود 40% در یک سال افزایش پیدا کرده، رقمی که با توجه به نرخ تورم چندان هم دور از ذهن نیست. دلیل این شرایط رشد نکردن متناسب دستمزدها با تورمه. بیش از 65% جمعیت کشور رو حقوق بگیران، بازنشسته ها و خانواده های اونها تشکیل میدن. دولت با این استدلال که افزایش دستمزد باعث تورم میشه جلوی رشد متعادل دستمزد و تورم رو گرفته. نتیجه اون افزایش 11 میلیونی فقرا در سال 1400 به نسبت سال 1391 بوده. طبق آخرین گزارش ها در سال 1400 نزدیک به 26 میلیون از جمعیت 85 میلیونی کشور زیر خط فقر بودن. سفره ما روز به روز خالی تر میشه. این هم از نهار امروز ما گوجه و خیار. اینجا بلوچستانه. از غزه کمتر هم نیست. اینجا سوخت برای جان خودشون یه لقمه نون از جان خودشون میگذرن. مسئله هم فقط افراد زیر خط فقر نیستن. این نمودار فاصله افراد بالای خط فقر رو با خط فقر نشون میده. سال 1385 این فاصله خیلی زیاد بوده، اما سال به سال کمتر شده تا سال 1400. این یعنی فقر دیگه مختص گروه های کم برخوردار و محروم نیست و تغییرات خیلی کم در خط فقر میتونه جمعیتی که الان بالای خط فقر هستن رو به دره فقر پرتاب کنه. سبد هزینه های یک خانواده بار از اقلام مختلفی تشکیل شده، از هزینه مسکن و سوخت تا فرهنگ و تحصیل و البته خورد و خوراک. آمارهای مرکز آمار جمهوری اسلامی نشون میده میانه و سرانه کالری عموم مردم بعد از سال 1397 به بعد به زیر حد استاندارد وارد شده و سال به سال با حد استاندارد فاصله گرفته. این اعداد نشون میدن خانوارها ناچار شدن برای تامین هزینه سایر بخش‌ها از شکم خودشون و خانواده‌هاشون بزنن. تنها چیزی که توی خونمون داشتیم همین خرما بود که با روغن داغش کردم برای صبحونه. چون کاری نداریم، چون درآمدی نداریم، چون یه شغل ثابت نداریم که هر چی که دلمون بخواد بخریم. به قول یکی از دوستان که میگفت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته از ظالمین به خدا پناه ببرید، ما هم از این رژیم ظالم به خدا پناه میبریم. یکی از هزینه های ناگزیر که سال به سال هم به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران بالا میره مسکنه. همونطور که میبینید سهم هزینه مسکن از مجموع هزینه ها در سال 1390 حدود 23% بوده. این سهم در سال 1400 به 27% رسیده. احتمالا باید در تهران بالاتر هم باشه. و این نمودار که تفاوت کالری دریافتی مستجرا و غیر مستجرا رو نشون میده. غیر مستجرا کالری بیشتری دریافت میکنن. حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفته کارگران ماهانه 20 تا 25% حقوقشون رو بابت پرداخت اقساط وام‌های ضروری میدن. یکی از این وام‌های ضروری وام ودیعه مسکن که خب با رشد تورم و سود بانکی و افزایش قیمت مسکن ارزشش مثل یخ آب میشه و فقط اقساطش باقی مونه. رابطه داشتن سرپرست شاغل با فقر هم نشون میده طی سالهای 85 تا 1400 دیگه فقیر بودن مختص خانوارهایی که سرپرستشون بیکار باشه نیست. طی این 16 سال از یک طرف افزایش تورم و فقر و از طرف دیگه عدم افزایش متعادل دستمزدها باعث شده اشخاص شاغل هم فقیر باشن. سال 85 بین اشخاص شاغل فقیر و غیر فقیر حدود 10% فاصله بود، اما با توزیع برابر فقر در سال 1400 فاصله اشخاص شاغل فقیر و غیر فقیر هم به حداقل رسید. گوشت و مرغ و لبنیات و برنج ایرانی که رسما از سفره‌هامون حذف شده. تندر و گرانی که بیداد میکنه. فحشا هم که همگیر شده. حالا با کمال پررویی و وقاحت انتظار دارن که مردم در سیرک انتخابات فرمایشی اینا شرکت کنند. امیدوارم روز رأی‌گیری به روز تحقیر اینا تبدیل شود.
هفته قبل وبسایت اکوایران با تکیه بر آمارهای مرکز آمار گزارشی از شاخص فلاکت منتشر کرد. شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ بیکاری و تورمه. بر اساس یافته‌های این وبسایت شاخص فلاکت ایران که سال 91 حدود 41.6% بوده، در سال 1401 به 54.8% و در پاییز امسال با کمی کاهش به 52% رسیده. برای گفتگوی بیشتر در این رابطه همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی که از لندن با ما همراه میشه. آرش، چطور میبینی این گسترش فقر رو در جامعه، این بالا رفتن خط فقر، و همینطور چه چشم‌اندازی رو میشه با این شرایط اصلا در نظر گرفت برای وضعیت اقتصادی مردم؟ در حوزه فقر آخرین آمار رسمی که وزارت کار و رفاه اجتماعی داده دیماه پارسال گفته برای یک خانوار 4 نفره در تهران خط فقر مطلق 14,700,000 تومان هست. اگر تورم رسمی رو در نظر بگیریم، الان در تهران خط فقر مطلق برای خانوار 4 نفره حدود 21,000,000 تومان خواهد شد. در میانگین کل کشور هم عددی حدود 11,000,000 تومان خط فقر مطلق رو نمایش میده. اما خب باید ما بدونیم خط فقر نسبی رو داریم. نمایندگان کارگران این روزها که از این شکاف تورم و دستمزد صحبت میکنن، بسیاریشون به سبد معیشت اشاره میکنند، یعنی اون حداقل‌های زندگی که کالری مورد نیاز هست از نظر کمی و کیفی و مسکن درخور، که اون میگن در شهرهای بزرگ اون هزینه سبد معیشت برای خانواده 4 نفره به 29,000,000 تومان در ماه رسیده. تمام این معیارها رو شاید بشه بهتر از دید حکومت اگر بهش نگاه بکنیم در یارانه دادن دید. یعنی حکومت وقتی به 95% مردم یارانه نقدی میده، اونها رو فقیر حساب میکنه و عملا نشون میده که درآمد اونها کافی نیست برای برآوردن هزینه هاشون. در 45مین سالگرد انقلاب اسلامی طرحی رو به عنوان فجرانه ازش رونمایی کردن، با افتخار کالای کوپونی توزیع کردن که الان گفته شده 37,000,000 نفر کالای کوپونی گرفتن. این هم یک معیار دیگه از توزیع فقر در جامعه است. با توجه به مجموع اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در فضای بین‌المللی و داخلی ایران میفته، هم چشم‌اندازی برای کاهش فقر نیست و روند گسترش رو ما شاهد خواهیم. همکارم آرش آذرمی از استودیو ما در لندن، ممنونم ازت آرش. همچنان از ایران، به تازگی صفحات مجازی تعدادی از دختران نوجوان دبیرستانی در اینستاگرام به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری بسته شده. این دختران که در اینستاگرام تجربه شخصشون از زندگی روزمرگی ها، مدرسه و خونه رو به اشتراک میذاشتن، تحت فشار قرار گرفتن که تنها در صورت تبلیغ ازدواج برای خودشون و همکلاسی هاشون صفحاتشون بهشون برگردونده میشه. بر اساس گزارش ها، ماموران حکومتی بارها این دختران نوجوان رو مورد بازجویی و شکنجه روانی قرار دادن. بیشتر هم در ایران صفحه اینستاگرام برخی از زنان به علت انتشار عکس‌های بدون حجاب اجباری بسته شده بود. هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار از ترکیه، با ما همراه میشه. خانم کیمیایی، بیشتر گزارش‌های متعددی وجود داشت که چطور زنان رو، به ویژه حالا اینفلوئنسرها رو، تحت فشار می‌ذارن برای رعایت اجباری، اما حالا این موضوع به دختران دبیرستانی حالا با تعداد محدود فالوور و اینها هم رسیده. سلام به شما و بینندگان. خب همونطور که خودت هم گفتی، من با یه سری از دختری دانش آموزی صحبت کردم که عکسهایی از زندگیشون از توی مدرسه، توی راه مدرسه، توی خونهشون منتشر میکردن. حالا خب بعد از خیزش مهسا، خیلی از اونها توی مدرسه حجاب اجباری نداشتن یا توی راه مدرسه در مورد دلمشغولی هاشون نقاشی کشیدن، رقص کیپاپ تمرین میکردن که خب علاقهشون بوده، یا در مورد چیزایی که دوست داشتن تصویر منتشر میکردن، استوری و پست میذاشتن. و خب تعدادی از اونها که حالا فالوورهای بالایی هم داشتند، صفحاتشون بسته شده و احضار شدن به دادسرا. و خب در ساعتهای طولانی بازجویی و روزهای متعدد بازجویی به اونها گفته شده که باید از این به بعد پست‌ها و استوری‌های رو منتشر بکنن که بازجو به اونها میگه. و خب قبل از اینکه بخوان اینها رو منتشر بکنن، باید قبلش مجوز بگیرن از بازجو. و خب همین باعث شده که
خیلی از اونها بعد از این ساعت‌های زیاد طولانی دچار اصلا روحیه‌شون خیلی خراب شده. یکیشون به من میگفتش که من اصلا به خودزنی فکر میکنم، دلم میخواد زندگیمو تمام بکنم به خاطر اینکه من فقط به این فکر میکنم که حالا توی شهر نسبتا کوچیکم زندگی میکرد. میگم همه زندگی من این یه صفحه اینستاگراممه که در مورد چیزایی که دوست دارم می‌نویسم، حالا دارم منو آزار اذیت میکنم و کنترل میکنم. از طرف دیگه به من میگن که اون چیزی که تو نباید، تو چیزی که نیستی رو باید نشون بدی. خب من دلم میخواد خودم باشم. و خب از طرف دیگه بهشون گفتن ازدواج کودکان رو ترویج بکنیم، گفتن که بیاید در مورد مزیت‌های ازدواج تو سن پایین بگید. و حتی یه چیز خیلی شنیعی که به من گفتش که باید ازدواج با طلبه‌ها رو در مورد صحبت بکنی. خب ما می‌دونیم که 3000 طلبه رو توی مدرسه استخدام کردن و خب بچه‌ها هر روز با این طلبه‌ها در کشاکش و جنگ هستن و هر روز می‌بینیم که و می‌شنویم که به من میگن که خب ما با هر روز یه کاری میکنیم که اون از مدرسه فرار میکنن میرن، ولی خب دوباره فردا میاد. و خب در مورد این مسئله خیلی صحبت نشده، ولی خب موضوعی هستش که حضور بچه‌ها و حالا دانش آموزان در شبکه‌های اجتماعی به شدت داره باهاش برخورد میشه. سپاسگزارم از شما. هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار از ترکیه با ما. در افغانستان 3 مورد اعدام و تیرباران در ملأ عام و در استادیوم ورزشی تنها در یک هفته به دست طالبان انجام شد. امروز و 3 روز بعد از تیرباران 2 نفر در استادیوم ورزشی غزنی، طالبان یک مرد دیگر را در ورزشگاه شهر شبرقان در ملأ عام و در حضور تماشاگران اعدام کرد. طالبان گفته این حکم با تایید نهایی رهبر این گروه انجام شده. از 2 سال پیش گزارش‌های مختلفی از اجرای احکامی مثل قصاص و شلاق زدن در ملأ عام منتشر شده، اما به نظر میرسه حالا اجرای حکم اعدام در ورزشگاه‌ها که در دور اول حاکمیت این گروه اجرا می‌شد دوباره به چرخه قضاییشون برگشته. همکارم خادم کریمی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما همراه میشه. خادم، نمایش وحشتی که برای بیش از 20 سال در افغانستان دیده نمی‌شد و الان با بازگشت طالبان به قدرت داره دیده میشه، اعدام در ملأ عام، اون هم در استادیوم ورزشی با حضور تماشاگر. همین دوره، اما متاسفانه یک چیز را اشاره کنم که جامعه افغانستان به گونه‌ای است که حتی در 20 سال گذشته در دوره‌ای که نظم جمهوری در افغانستان حاکم بود، در قرار و قصبات و روستاهای افغانستان هر سنگای اتفاق در دادگاه‌های محلی انجام میشد، ولی خب خوشبختانه وضعیت به گونه‌ای بود که ابزارهای لازم برای پیگیری موارد تا حدود زیادی وجود داشت. طالبا یک فرد در شمال افغانستان در ملأ عام اعدام کردند. شیوه اعدام هم به گونه ای بوده که به خانواده مقتول تفنگ داده که به فرد متهم شلیک کنه، به یکی از میشه گفت رقت بارترین شکل ممکن این حکم اجرا شده. و طالبان اعلام کردند که به تایید رهبر طالبان رسیده که اگر احیانا روزی یک دادرسی در مورد جنایات جنگی و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان صورت بگیره، این میتونه یک از اسنادی باشه که میتونه در دادگاه ها استفاده شوه. تنها مسئله اعدام در ملأ عام نیست، موارد نقض حقوق بشر به صورت بسیار گسترده در افغانستان جریان داره. از حتی طالب گزارش‌های متعددی وجود داره که طالبا به زنای معترض تجاوز جنسی کردند، تعرض جنسی کردند، کوچ اجباری در افغانستان اتفاق میفته، قتل‌های هدفمند و خودسرانه اتفاق میفته، بازداشت‌های خودسرانه اتفاق میفته. به این خاطر این اعدام‌ها در ملأ عام بخش بسیار کوچکی از وضعیت بسیار تلخیه که در افغانستان جریان داره و جهان هم متاسفانه هم به این دلیل که اجماع نظر در مورد برخورد با طالبان وجود نداره و هم به این دلیل که ابزار فشار لازم بر طالبان وجود نداره، نمیتونن که کاری کنن یا بالاخره بخش از کشورها برایشان مهم نیست. سپاسگزارم از تو همکارم خادم کریمی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن ما را همراهی کرد. اینجا در آمریکا دیوان عالی امروز رسیدگی به پرونده‌ای رو شروع می‌کنه که می‌تونه سرنوشت محتوایی رو که آمریکایی‌ها در رسانه‌های اجتماعی می‌بینن تعیین کنه. قرار دادگاه درباره میزان کنترل رسانه‌های اجتماعی بر محتوای تولیدی در پلتفرم‌هاشون و اینکه آیا قادر به حذف محتوای کاربران هستن یا نه تصمیم بگیره. پیشتر ایالت‌های فلوریدا و تگزاس این شرکت‌ها رو از حذف و سانسور پست‌های کاربران منع می‌کنن. قوانین تگزاس و فلوریدا قدرت رسانه‌های اجتماعی رو
برای نظارت بر محتوا در پلتفرم‌هاشون محدود می‌کنه. مخالفان این قوانین میگن این محدودیت به ترول‌ها این فرصت رو میده که به بهانه آزادی بیان و به اتهام سانسور اونها رو تحت فشار قرار بدن. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه میشه. آقای معماریان، مسئله پیچیده‌ای هم هست. از یک طرف واقعاً مسئله سانسور و آزادی بیان هست، از طرف دیگر می‌دونیم که محتوای شامل اخبار دروغین، جعل محتوا زیاد در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افته. کاملا همینطور است. موضوع بسیار مهمی هستش و با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در گفتمان‌های سیاسی دارن، تصمیم دادگاه عالی میتونه که پیامدهای بسیار گسترده‌ای داشته باشه، نه تنها رو بحث سیاست بلکه رو بحث تجارت و در واقع میشه در آینده دموکراسی آمریکا. قرار هست که در طی چند ماه آینده این تصمیم گیری اعلام بشه، ولی قرار هستش که امروز اون دفاعیات شفاهی طرفین دعواها رو دیوان عالی آمریکا بشنوه. موضوع اصلی چی هست؟ موضوع اصلی این هستش که دو تا ایالت در آمریکا، فلوریدا و تکساس، میگن که شبکه‌های بزرگ اجتماعی، شرکت‌های بزرگ فناوری، اینها نگاه‌های محافظه‌کارانه رو در روی پلتفرم‌های خودشون سانسور می‌کنن. مثلا اومدن آقای ترامپ رو از روی فیسبوک یا توییتر برداشتن، یا برخی از کسانی که به هر حال متشخص هستن در میان راستگرایان آمریکا، اونا رو از به هر حال این پلتفرم‌ها حذف کردن و این قدرت رو نباید داشته باشن پلتفرم‌ها که یک نفر رو که نظراتش رو مطرح می‌کنه بردارن. این قانون رفت تا قوانینی که گذاشتن تا دادگاه تجدید نظر رفت و در دادگاه تجدید نظر با اینکه با هم خیلی شبیه هستن، در هم در فلوریدا و ایالت تگزاس نظر دادگاه تجدید نظر با هم مخالف بود. به خاطر همین بود که رفت به دادگاه دیوان عالی آمریکا باید نظر بدن. این مشخص خواهد کرد که آیا پلتفرم‌های فناوری یا شبکه‌های اجتماعی مثل روزنامه‌ها میتونن که یک بخش ادیتوریال خودشون داشته باشن و تصمیم بگیرن در مورد محتوا، مثلا چیزی در مورد مثلا تروریسم بودش یا مثلا موارد غیر اخلاقی رو میتونن که حذفش بکنن، یا اینکه نه این اجازه داد قاعده به دولت که در این خصوص در نظر بگیره. بنابراین همونطور که شما گفتین تصمیم بسیار مهمی هست، بعدی که در طی روزهای آینده و ماهای آینده تصمیم دیوان عالی چه خواهد بود. سپاسگزارم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما بودن. همچنان از تکنولوژی، شرکت متا اعلام کرده گروهی رو برای مقابله با انتشار محتوای گمراه کننده و سوء استفاده از هوش مصنوعی در جریان انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا ساماندهی میکنه. متا اعلام کرده این تصمیم به دلیل افزایش نگرانی ها نسبت به مداخله در انتخابات و انتشار محتوای جعلی و ساختگی که با کمک هوش مصنوعی تولید شده. اوایل این ماه هم گروهی متشکل از 20 گول فناوری برای مقابله با تاثیر محتوای جعلی تولیدی هوش مصنوعی در انتخابات سراسر جهان با هم دیگه توافق کردن. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما همراه میشه. آقای ناظمی، اولین دوره‌های انتخاباتیه که پس از هوش مصنوعی به این شکل داره برگزار میشه و نگرانی‌ها وجود داره در مورد اینکه حالا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. اینجا در آمریکا هم با توجه به انتخابات پیش رو نگرانی‌ها زیاد شده. کاملا درست. ضمن اینکه باید در واقع به عنوان پیش‌زمینه بگید که داستان همون داستان همیشگیه، هر بار به چهره جدیدی در میادش. همون زمانی که شبکه‌های اجتماعی اومده بودن، قبل از زمانی که اینترنت ظهور کرد و حتی خیلی قبل‌تر، مسئله در تلاش برای فریب افکار عمومی، یعنی دادن اطلاعات غلط به منظور جلب آرا، پدیده جدیدی نیست از زمانی که در واقع فعالیت‌های سیاسی وجود داشتن با بودن. حالا ابزارهایی که یک افراد میتونن ازش استفاده کنن پیشرفته تر شده. یکی از نگرانی‌هایی که از جمله در این مجموعه اخیر برای رسیدن به انتخابات پارلمانی در واقع اروپا و همینطور در بریتانیا مطرح هستش، مسئله استفاده از دیپ فیک یا جعل ژرف هست، به طوری که میتونن چهره یه نفر رو بزنن که حرفایی رو میزنه که قبول نزده، و به خصوص برای گروهی از رای دهنده های وفادار که اینا از نظر طبقه بندی سنی معمولا کمی مسن‌تر از نوجوان‌هایی هستن که آشنایی بیشتری با فناوری دارن، بیشتر میتونه فریبنده بشه. و ما میدونیم که اون جمع توی فضای فعلی بیشتر این حضور رو در انتخابات دارن، بنابراین مسئله وجود داره. شرکت‌های فناوری قول دادن که اینو نظارت کنن، اما در واقع دو رویکرد اصلی رو دارن پیش رو میتونن داشته باشن. یه رویکرد اینه که شرکت‌های فناوری بیان با اعمال بحثی مثل بحث قبلی ادیت
ادیتوریال در واقع سانسور بکنن بخشی از محتوا رو به عنوان که این جعلیه. یادمون باشه که این جعل کردن دو وجه داره، هم من میتونم کاری بکنم که یک سیاستمداری حرفی رو بزنه که نزده، هم اگر زمانی سیاستمداری یه حرفی زده بود که اون منتشر شد اون میتونه بگه که من نیستم، هوش مصنوعی بوده که این کارو کرده. بنابراین دو طرف است، یکی که شرکت‌های فناوری بیان من ایجاد کنن، به نوعی سانسور ایجاد کنن، نقش ادیتوریال و فیلتر اخلاقی رو بازی کنن. راه این راه ممکنه ولی معمولا به نتیجه نمیرسه و دچار چالش حقوقی ممکنه بشه، از جمله داستان قبلی که شما تعریف کردید در رابطه با بحث دیوان عالی. اما نکته دیگه ای که وجود داره اینه که دولت ها و شرکت های فناوری میتونن کاری راحتتری انجام بدن با ساخت افسونه هایی در مورد خبرها ارجاع بدن به نظرات مختلف و اینکه چرا اینها غلطه. نمونه های قبلیش هست، این کار شاید مسیر درستری باشه. سپاسگزارم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا ما را همراهی کردن. اما تیتر اول دوشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه مثل همیشه و هر روز از دقایق دیگه در یوتیوب ما و همینطور در وبسایت ما به آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت، یعنی 8 شب به وقت ایران و همینجا.